فرزند پروری بر مبنای نظریه انتخاب. من با استناد به مشاورم با لیندا میخواهم راه و رسم فرزند پروری با نظریه انتخاب را شرح بدهم. وقتی به گذشته فکر میکنم میبینم بسیاری از آموخته هایم در زمینه نظریه انتخاب را مدیون تجاربی هستم که هنگام تربیت بچه های خودم کسب کردم. من و همسر فقیدم تا وقتی سه فرزندمان از کالج فارغ التحصیل نشده بودند چیزی درباره نظریه انتخاب نمی دانستیم. ما همیشه در مورد برخوردمان با بچه ها اتفاق نظر داشتیم. به همین دلیل هیچ وقت یک دیگر را بابت زندگی منتخب فرزندانمان سرزنش نمی کردیم. در تربیت بچه ها خیلی کم به تنبیه متوسل می شدیم و هیچ وقت مشکلاتی را که پدر مادرهای امروزی دارند نداشتیم. بچه ها هیچ وقت سرکشی نمی کردند و همه با هم کنار می آمدیم. بچه ها دوستان زیادی داشتند و در خانه ما همیشه به روی آنها باز بود. تقریبا تمام دوستان آنها بعداً بزرگسالان موفق و مفیدی شدند. اگر می خواهید طرز استفاده از نظریه انتخاب را یاد بگیرید، بد نیست به رفتار پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها با نوه ها دقت کنید. همه ما وقتی پدر بزرگ و مادر بزرگ می شویم کار خود را خوب انجام می دهیم. می دانم خیلی از شما با حرف هایی که می خواهم بزنم مخالف هستید. همانطور که ازدواج تا حدودی به شانس بستگی دارد، در فرزند پروری و کنار آمدن با تک تک اعضای خانواده هم هیچ روش قطعی و بی اشتباهی وجود ندارد. اگر توصیه‌ام را رعایت کردید و نتیجه نگرفتید، من اشتباه کردم. ولی این امکان هم هست که بیش از آن چه میپندارید به روانشناسی کنترل بیرونی متوسل شده اید. نظریه انتخاب وقتی مؤثرتر واقع می شود که از آن در جهت پیشگیری استفاده شود. اگر به کسانی که مشکلات رابطه‌ای قدیمی دارند یا اگر به مشکلات رابطه‌ای کهنه خودتان نگاه صادقانه‌ای بیندازید، می بینید عده کمی می توانند برای تک تک مشکلات راه حل خوبی پیدا کنند. در اکثر موارد مشکلات مزمن می شوند و هیچ وقت حل نمی شوند و بالاخره با کم کردن توقعاتمان از رابطه ها به یک زندگی مشترک ناشاد تن می دهیم. به نظر من در مورد فرزندان نیز همین کار را می کنیم. ما سرخوردگی و ناامیدی خود را با طرد کردن آنها نشان نمی دهیم، بلکه انتظارات متقابل خود را از یکدیگر کمتر و کمتر می کنیم. بزرگترین نگرانی اکثر پدر و مادرها آینده فرزندانشان است و اینکه آیا زندگی شاد و موفقی خواهند داشت یا نه. سؤالی که به همین اندازه برای من مهم می باشد این است که آیا ما و آنها دوست داریم اوقات خود را با هم بگذرانیم؟ اگر فرزندان ما از گذراندن وقت خود با ما شاد و خوشنود می شوند، به عنوان پدر و مادر آدم های خوشبختی خواهیم بود. ما معمولاً از فرزندانمان نمی خواهیم آدم های فوق طبیعی باشند. ظاهراً آنقدر نظریه انتخاب می دانیم که بفهمیم تا حد معینی می توانیم فرزندان خود را
وادار به پیشرفت کنیم. اگرچه می توانیم به فرزندانمان کمک کنیم و آنان را مورد حمایت قرار بدهیم، ولی آنچه فرزندانمان خواهد شد از کنترل ما خارج است. اگر ما با پیروی از سومین اعتقاد روانشناسی کنترل بیرونی، یعنی اینکه صلاح فرزندانمان را می‌دانیم، با تنبیه و تشویق سعی کنیم آنها را وادار کنیم کاری را که به نظر ما درست است انجام دهند، بعد آنقدر بر این کار اصرار می‌ورزیم که روابطمان با آنها خراب شود، بدون آنکه بتوانیم کاری کنیم تا به جایی که می‌خواهیم برسند. حتی اگر فرزندانمان موفق شوند و به جایی هم برسند که می‌پنداریم درست است، چون آنها را مجبور کردیم به آنجا برسند، نزدیکی و صمیمیتی را که اکثر آدم‌ها خواهانش هستند از دست می‌دهند. البته عده‌ای از پدر و مادرها می‌گویند تا وقتی فرزندانشان آنطور که آنها می‌خواهند زندگی کنند، صمیمیت و نزدیکی هم مهم نیست. من این طرز فکر را اصلا قبول ندارم. به نظر من موفقیتی که طرفین در آن سهیم نباشند، نه برای والدین رضایت بخش است و نه برای فرزندان. من در اینجا فقط می توانم مبانی فرزند پروری بر اساس نظریه انتخاب را تشریح کنم، یعنی عشق زیاد و تنبیه نکردن. من برای شما تجویزهای روزانه نمی کنم که مثلا اگر فرزندتان نافرمانی کرد امروز فلان کار را کنید و فردا فلان کار را، ولی وقتی رفتار ناشایستی انجام می دهد، اگر خیلی آرام و بدون داد و فریاد از او بخواهید به اتاقش برود یا روی صندلیش بنشیند، مؤثر خواهد بود و لطمه‌ای به روابطتان نمی زند. وقتی از او می خواهید به اتاقش برود، بگویید وقتی آرام شدی از اتاقت بیا بیرون. دوست دارم درباره اتفاقی که افتاد با هم حرف بزنیم و ببینیم می توانیم کاری کنیم که دوباره اتفاق نیفتد. البته اگر نمی خواهی حرف بزنی هم اشکال ندارد. من آرامش خودم را حفظ می کنم تا تو آرام شوی. وقتی فرزندتان از اتاقش بیرون می آید، با او خوشرفتاری کنید تا بفهمد همه چیز تمام شده و ناراحتی ها برطرف شده است. محور و قلب هر رابطه خوبی خلاقیت است. کارهای غیر منتظره بکنید. وقتی بچه های خردسال علمشنگ راه می اندازند، من هم مثل آنها تظاهر به گریه کردن می کنم و علمشنگ راه می اندازم. آنها خیلی تعجب می کنند و شروع می کنند به خندیدن یا سراغ من می آیند و آرامم می کنند. بعد به آنها می گویم که چقدر از این کارشان خوشم می آید. آنها معمولاً خواسته را فراموش می کنند و یادشان می رود چه کار می کردند. من هم آن را به یادشان نمی آورم. گاهی اوقات که می خواهند زیر گریه بزنند، کمی نظریه انتخاب به آنها یاد می دهم. مثلا به آنها می گویم همین الان می توانی گریه کنی، هم بعدن، کدام را می خواهی؟ و به این ترتیب می فهمند که گریه و زاری هم یک انتخاب است و احتمالاً یک انتخاب بد. این جمله آنها را وادار می کند بفهمند که اگر بخواهند می توانند گریه نکنند. به عنوان پدر و مادری که پیروی نظریه انتخاب هستید، می توانید به طور مستقیم هم کمی نظریه انتخاب به فرزندتان آموزش بدهید. اول نیازها و دنیای کیفی را برای آنها توضیح بدهید و بعد در مورد رفتار کلی با آنها صحبت کنید. اکنون مدارسی که می‌خواهند مدارس کیفی شوند، نظریه انتخاب را به کودکان 5 ساله هم آموزش می‌دهند.
پس بیشک در خانه نیز می توانیم این کار را بکنیم. در ضمیمه این کتاب گفتم که مواد لازم برای این کار چیست؟ نوجوانان می توانند قسمت‌های مختلف این کتاب را بخوانند و خیلی راحت یاد بگیرند. آنها وقتی بیشتر علاقه‌مند می شوند که بگویید خیلی از کارهایی را که می خواهید با آنها انجام بدهید از این کتاب یاد گرفته اید. عشق را به هیچ رفتار خاصی ربط ندهید. برای فرزندتان روشن کنید که به هر حال عاشق آنها هستید، هرچند اگر نافرمان شوند. عشق ورزیدن به آنها سخت می شود. بهترین راه برای نشان دادن عشق خود به فرزندانتان این است که همیشه آماده حرف زدن و گوش دادن باشید. به این ترتیب حق اظهار نظر خواهید داشت و وقتی با اعمال آنها مخالف هستید حق دارید مخالفت خود را نشان بدهید، ولی مدام مخالفت خود را به رخ فرزندانتان نکشید. دوبار کافی است. البته وقتی فرزندانتان از شما در زمینه‌ای که با آن مخالف هستید کمک می‌خواهند، عشق ورزیدن به او سخت می‌شود. مثلا دخترتان می‌خواهد به خاطر مردی که عاشق است کالج خود را تغییر بدهد. شما با این کارش مخالف هستید. چه می‌کنید؟ این سوال جوابی ندارد. حتی اگر رابطه محکمی با او داشتید هم خیلی فرق نمی‌کرد. این شما هستید که باید ببینید آیا کاری که می‌کنید یا نمی‌کنید باعث دور شدن شما از دخترتان می‌شود یا نه. مخالفت علنی شما قبلا مانع صمیمی‌تر شدن شما شده است. شما نمی‌خواهید این فاصله بیشتر شود. از خودتان بپرسید اگر این کار را بکنم یا این حرف را بزنم به هم نزدیکتر می شویم یا از هم دورتر می شویم. به دخترتان بگویید دوست ندارید از هم دور شوید. علتش را برای او توضیح بدهید و از او کمک بخواهید. این دایره حل والد کودک چیزی شبیه دایره حل در زندگی زناشویی است. به محض آن که فکر کردید فرزندتان آمادگی یادگیری دایره هر را دارد، آن را به فرزندتان یاد بدهید. آن را زمانی به فرزندتان بیاموزید که با هم کنار می آیید تا بعداً هنگام بروز مشکلات بتوانید از آن استفاده کنید. در مورد دختری که می خواهد کالج خود را عوض کند، بهترین کاری که می توانید در درون یا بیرون از دایره حل انجام بدهید این است که دست خود را رو کنید و به او بگویید چرا با تصمیم او مخالف هستید. همچنین به او بگویید برای شما سخت است که از اقدامی حمایت کنید چون می ترسید ضرر کند. در این حال به او بگویید رابطه شما با او از هر چیز دیگری مهمتر است و به او کمک کنید برای حفظ رابطه خوبتان چه کار می تواند بکند. با این کار احتمال اینکه کاری بکند که زندگیش را خراب کند کمتر خواهد شد. ولی یادتان باشد وقتی بحث عشق رمانتیک در میان است هیچ کس نمی تواند به فرزندتان بگوید چه کار کند. نظریه انتخاب در این زمینه می گوید برای نزدیک ماندن به او هر کاری می توانی بکن، رابطه تو با او از هر دوست درستی مهمتر است. در مورد کودکان توصیه بهتر از دستور است. بدون آنکه بیش از حد غرق آینده فرزندتان شوید سعی کنید نزدیکی خودتان با او را حفظ کنید. این کار به اندازه توصیه کردن مفید است. توصیه های خود را تکرار نکنید و نق نزنید. او همان دفعه اول توصیه شما را شنیده است و می داند چه توقعی دارید. گذشته های ناموفق او را دوباره رو نکنید.
گذشته ها گذشته است و اشاره کردن به آن فایده‌ای جز تفرقه ندارد. اما پرداختن به موفقیت های قبلی کار خوبی است. ما از شنیدن موفقیت های قبلی خود از زبان دیگران دیرتر خسته می شویم. وقتی فرزندتان خیلی کوچک است به او بفهمانید که بسیاری از اشتباهات او قابل جبران یا قابل قبول هستند. به او حالی کنید که معدود اعمال و رفتاری وجود دارند که اصلا قابل جبران و قابل پذیرش نباشند. خودتان را آدمی نشان بدهید که همیشه آماده کمک کردن است ولی قصد ندارید کارهای او را انجام بدهید. اشتباه فاحشی که من در مورد پسر ارشدم مرتکب می شدم این بود که خیلی سریع وارد عمل می شدم و بیش از حد سعی می کردم به او کمک کنم. عاشق فرزندانتان باشید ولی اجازه بدهید قدری دست و پا بزنند. رابطه مبتنی بر نظریه انتخاب به دنبال برقراری اعتماد است. پدر و مادر نمی توانند خیلی زود رفتارهایی را شروع کنند که فرزندان را تشویق می کند به آن اعتماد کنند. اعتماد سازی یعنی به فرزندان خود بفهمانیم هر کاری بکنند یا هر حرفی بزنند تردشان نخواهیم کرد. البته وقتی بچه ها وارد مقطع نوجوانی می شوند انجام این کار دشوارتر می شود. با این حال بهتر است فرزندانمان را ترد نکنیم. منظور من این است که آنان را در زمینه هایی که با آنها مخالف هستید حمایت کنید. ترد نکردن و حمایت نکردن با هم فرق دارد. بچه ها خیلی راحت متوجه این فرق و موضع شما خواهند شد. همانطور که گفتم پدر و مادرها در دنیای کیفی فرزندان جای دارند و این معنایش آن است که پدر و مادر که به پدر و مادر خود اعتماد دارند یا مایلند اعتماد داشته باشند. بچه ها پدر و مادری را که مورد اعتمادشان نیست هم در دنیای کیفی خود نگه می دارند. چون کس دیگری را ندارند که جایگزین پدر و مادر کنند و تا زمانی که پدر و مادر در دنیای کیفی بچه ها هستند می خواهند به پدر و مادر اعتماد کنند. وقتی کودک دیگر نمی خواهد به پدر یا مادرش اعتماد کند، پدر و مادر در دنیای کیفی کودک به یک عضو غیرفعال تبدیل می شوند. پدر و مادر اگرچه در دنیای کیفی کودک حضور دارند و اگرچه کودک ممکن است از حضورشان لذت ببرد ولی اعتمادی به او ندارد. تنها راهی که چنین پدر و مادری برای اعاده اعتماد از دست رفته دارند این است که با فرزند خود حرف بزنند یا به او گوش بدهند و به تدریج به سمت او حرکت کنند. وقتی با کودکی سر و کار دارید که نسبت به شما بی اعتماد است، اشتباهات خود را به سرعت بپذیرید. نه شما از او انتظار دارید کامل باشد و نه او از شما انتظار دارد کامل باشید. قبول اشتباهات راهی برای اعتماد سازی یا بازیابی اعتماد است. پدر و مادری که اشتباهاتشان را میپذیرند از پدر و مادری که همیشه حق را به خود میدهند و به ندرت به اشتباهاتشان اعتراف میکنند قابل اعتماد ترند. بچه ها نیاز دارند به پدر و مادر خود اعتماد کنند. اما اگر نتوانند به آنها اعتماد کنند، وارد باطلاقی شنی خواهند شد. والدین پیروی نظریه انتخاب از 3 سالگی به فرزندان خود یاد می دهند که مسئولیت انتخاب هایشان را بر عهده بگیرند. البته مسئولیت پذیری به معنای تنبیه نیست. حد اکثر کنترلی که باید روی بچه ها اعمال کنید این است که آنها را داخل اتاقشان بفرستید. در تربیت مبتنی بر نظریه انتخاب تنبیه جایی ندارد. تنبیه اصولاً از جنس روانشناسی کنترل بیرونی است که همیشه فاصله والدین و کودکان را بیشتر می کند. تقریبا تمام بچه های تنبیه شده وقت و انرژی ارزشمند خود را صرف فرار از تنبیه یا مقاومت در برابر آن می کنند.
وقت و انرژی با ارزشی که می توانند آن را صرف گسترش زندگی خود و ارضای با نیازها کنند. کودکان تنبیه شده محدوده زندگی خود را تنگ می کنند و از مسئولیت پذیری تفره می روند. کودکان فقط باید طعم طبیعی انتخاب های خود را بچشند، نه بیشتر. مثلا اگر پسرتان معمولاً به موقع سر میز شام حاضر نمی شود، باید شامش را بدهید، اما یک شام ساد و دستخورده. او حتی می تواند برای خودش غذا درست کند، ولی نباید گرسنگی بکشد، مگر آنکه آنقدر تنبل شده باشد که برای خودش هم غذا درست نکند. شاید بگویید تنبیه حلال مشکلات است، اما سعی کنید فرزندتان را تنبیه نکنید. خواهید دید که با کمی صحبت و راهنمایی خودشان مشکلات خود را حل می کنند. وقتی راه حل شما را میپذیرند، به این دلیل نیست که میتوانید آنها را تنبیه کنید، بلکه به این دلیل است که به شما اعتماد دارند. پدر و مادر پیروی نظریه انتخاب به جای تنبیه به فرزندانشان میفهمانند که من میخواهم از اشتباهاتت عبرت بگیری. وقتی هر دو نفرمان از انتخاب تو ناراضی هستیم، وظیفه حکم می کند که دست به دست هم بدهیم و کمک کنیم تا راه بهتری پیدا کنیم. تقریبا همیشه یک راه بهتر وجود دارد. اگرچه وقتی تصور می کنم بچه تر از آن هستی که بدانی چه کار می کنی، وارد عمل می شوم و جلوی تو را می گیرم. ولی قصدم این نیست که صرفا جلوی تو را بگیرم. قصدم این است که کاری نکنی که بعداً پشیمان شوی. در اینجا اعتماد مهمترین چیز است. اگر فرزندتان به شما اعتماد داشته باشد، حرف شما را گوش می کند. بسیاری از پدر و مادرها در مورد زمان خواب فرزند خود با آنها مشکل دارند. تا وقتی فرزندتان 4 ساله نشده، نمی توانید حد اکثر سعی خود را انجام دهید تا این مشکل بدون تنبیه حل شود. ولی وقتی فرزندتان بیش از 4 سال سن دارد و نمی خواهد سر وقت بخوابد، می توانید فرصت را مغتنم شمارید و درس مهمی در زمینه آزادی شخصی به او بدهید. هر وقت متقاعد شدید بیدار ماندن او و پرسه زدنش در خانه خطری برایش ندارد، به او بگویید مطمئن هستید خودش می داند چقدر باید بخوابد. به این ترتیب به او می فهمانید که آدم سختگیری نیستید و نمی خواهید به او بگویید همیشه حق با شماست. همچنین می فهمد که تا وقتی آسیبی به خودش نرساند، می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد. هر وقت احساس کردید دیگر باید بخوابد، به او بگویید وقت خواب است، ولی او را مجبور نکنید بخوابد. او هر چقدر که دلش بخواهد می تواند بیدار بماند، ولی حق ندارد از شما یا کس دیگری که بیدار است توقع توجه داشته باشد. خودش است و خودش می تواند بازی کند و یا در صورت امکان با صدای کم تلویزیون ببیند. وقتی خودتان برای خوابیدن به اتاقتان می روید، در اتاقتان را ببندید و به او بگویید حق ندارد مزاحم شما و دیگران شود. به او بفهمانید اگر مزاحم کسی شود، هر طور شده او را خواهید خواباند. البته او چون فکر می کند با مزاحمت چیزی را از دست خواهد داد، معمولا مزاحم کسی نمی شود. به او بگویید صبح برای مدرسه بیدارش خواهید کرد و حتی اگر خسته باشد باید به مدرسه برود. نگران چرت زدنش در مدرسه نباشید، چون این قضیه جلوی ورود او به کالج را نمی گیرد. این همان مقطعی است که باید مسئولیت پذیری را به او یاد بدهید، نه وقتی نوجوان می شود و ممکن است به خودش آسیب برساند. وقتی با فرزندتان سر زمان خوابیدنش به گومگو می کنید، این فرصت را از دست می دهید که به او بفهمانید هر وقت انتخابهایش به کسی صدمه نزند، حاضرید به او حق انتخاب بدهید.
زمان خوابیدن کودک به کسی لطمه نمی زند. اما او می فهمد اگر می خواهد فردا سرحال باشد یا تکالیف درسی خودش را در مدرسه انجام بدهد باید زودتر بخوابد. وقتی می فهمد با او دشمنی ندارید می توانید به او توصیه کنید و اون نیز توصیه شما را می پذیرد. در دوران کودکی فرزندتان دنبال این گونه فرصت‌ها باشید. اگر بگذارید خودش وقت خواب خود را انتخاب کند نتیجه خواهید گرفت. با این کار فرصتی در اختیارش می‌گذارید تا از خودش مراقبت کند و به دیگران متکی نباشد. با او در این مورد صحبت کنید که وقتی تعیین زمان خوابش بر عهده اوست کارها خوب پیش می‌رود. از او بپرسید آیا میتواند در زمینه‌های دیگر هم مسئولیت بر عهده بگیرد و به او بفهمانید با خواستهش کنار می‌آیید. به او بگویید از جنگ و دعوا بیزارید و خوشنودید که مسئولیت کاری را که قبلا در مورد آن بگو مگو داشته اید پذیرفته است. اگر به شما گفت نتیجه گرفته که باید زودتر بخوابد، هرگز به او نگویید من که به تو گفتم. فقط به او بگویید این که دیر بخوابد یا زود بر عهده خودش است. این روی کرد رابطه را تغییر می دهد. با چنین روی کردی دیگر آن پدر و مادری که بچه ها معمولاً در ذهن خود دارند نیستید. پدر و مادری که می گوید حرف حرف من است. با این روی کرد فرزندانتان یاد می گیرند قواعد را به خاطر قواعد و یا چون آنها طور خاصی رفتار می کند اعمال نمی کنید. شما هم پدر و مادرشان هستید، هم رفیق و یاور آنها و می خواهید به آنها در زمینه هایی که توانایی انتخاب دارند حق انتخاب بدهید. اما اگر فکر می کنید در زمینه خاصی آمادگی استقلال ندارند، حرف خود را اجرا کنید تا آمادگی لازم را پیدا کنند و نشان بدهید همیشه آماده بحث و تبادل نظر در مورد زمان فرارسیدن این آمادگی هستید. در تربیت مبتنی بر نظریه انتخاب، هیچ کس به صورت خودکار و بدون تفکر نه نمی گوید. شما قصد ندارید این شیوه را به او بیاموزید. حالا در این مورد که فرزندتان آمادگی تصمیم گیری در زمینه خاصی را ندارد مثالی می زنم. مقطعی که حرف شما باید پیاده شود. دختر 8 ساله‌تان نمی خواهد مدرسه برود و وقتی مجبورش می کنید مدرسه برود رفتارهای هیستریک نشان می دهد. شما پدر و مادری که پیروی نظریه انتخاب باشد نبوده اید و تا الان موردی پیش نیامده که بخواهید نگران تربیت دخترتان باشید. خیلی عاشق دخترتان بوده اید و حالا از مشکل مدرسه رفتن او تعجب کرده اید. او همیشه در مورد مدرسه رفتن کمی مقاومت می کرد ولی سابقه نداشته اینقدر مقاومت کند. وقتی با مدیر مدرسه صحبت می کنید به شما توصیه می کند دخترتان را بیاورید مدرسه و او را به دست آنها بسپارید. مدیر قبلاً چنین رفتاری را ندیده است و فکر می کند اگر دخترتان بفهمد در این مورد حاضر نیستید با او مذاکره کنید بالاخره کوتاه خواهد آمد. اما شما هنوز نگران هستید. شما ایده توسل به زور را نمی پسندید. ولی حالا که رفته رفته پدر و مادری پیروی نظریه انتخاب شده اید به او می گویید قضیه مدرسه رفتن انتخابی نیست. تمام بچه های همسن تو این کار را می کنند. شما این موضوع را با عشق و دلسوزی بیان می کنید. ولی آن را طوری بیان می کنید که دخترتان بفهمد جای مذاکره و چانه زدن نیست. برای او پدر و مادر خوبی هستید و عاشقش هستید. ولی در شرایط دشواری قرار گرفته اید. هستیری او ظاهرا جدی است. به هر حال هرچه به او بیشتر اجازه بدهید
با هیستری خودش شما را کنترل کند، متقاعد کردنش در این زمینه که مدرسه رفتن انتخابی نیست سخت‌تر می شود. اگر پدر و مادری پیروی نظریه انتخاب بودید، دخترتان می دانست که در بسیاری از زمینه ها انعطاف پذیرید و با او کنار می آیید. او می داند که عاشقش هستید، به این ترتیب شما باید آماده شوید تا در این زمینه غیرقابل مذاکره با او محکم برخورد کنید. شما مجبورید علی‌رغم گریه های شدیدش او را به زور به مدرسه ببرید، او را ببوسید و برگردید. مدرسه او را عوض کردید و می دانید کارکنان مدرسه با او برخورد معقولی خواهند کرد. با این حال به او می گویید اگر خواست گریه کند می تواند تمام روز را گریه کند. وقتی می بیند شما چنین تصمیمی دارید زیاد گریه نخواهد کرد. اما اعتماد بین شما لطمه خواهد خورد. شاید هرگز نفهمد اشکال از کجا بوده است. شاید هم خودش به شما بگوید، ولی در هر صورت این تنها راه برخورد با چنین مشکلی است. هرگاه صلاح دیدید محکم برخورد کنید، البته بدون تهدید و تنبیه. در سایر موارد تا حد امکان انعطاف داشته باشید. غذا خوردن یکی دیگر از مشکلات پدر و مادرهایی است که همیشه صلاح فرزندان خود را می‌دانند و فرزند خود را با تنبیه مجبور می‌کنند غذا بخورد. به جای آن که خودتان را در جنگی که به راحتی در آن بازنده می‌شوید گیر بیاندازید، می‌توانید انعطاف نشان بدهید. دخترتان که سابقه سوء تغذیه نداشته فقط غذاهای خاصی را می‌خورد، همان غذاها را به او بدهید و چیزی نگویید. اگر هم امکان ندارد به او غذاهایی بدهید که به بقیه می‌دهید، اگر بخشی از غذاهای داخل بشقاب را خورد و بقیه را نخورد چیزی نگویید. پاک کردن بشقاب یکی از بندهای اساسنامه کنترل بیرونی است. اگر خودش می‌خواهد برای خودش غذا درست کند، اجازه بدهید این کار را بکند. همین، نه جر و بحث کنید، نه زبان بریزید و نه چرب زبانی کنید. وقتی هم غذا می‌خورد به او نگویید من که گفته بودم، یا خیلی نگران نباشید که مبادا دیگر غذا نخورد. مطمئن باشید گرسنگی نخواهد کشید. اگر در دوران کودکیش در مورد غذا خوردن خیلی علمشنگی راه بیاندازید، ممکن است بعداً مجبور شوید با کمخوری عصبی او کنار بیایید. نظریه انتخاب میگوید تمام چیزی که من در این کتاب میتوانم به شما بدهم اطلاعات است. من هم همین کار را کردم. البته قضاوت شما مهمتر از حرفای من است. هر کاری را که فکر میکنید ارزش دارد اعمال کنید، ولی این کار را تا حد امکان کم انجام بدهید. بقیه ماجرا را به عهده بچه ها بگذارید. سعی نکنید مشکلات کوچک و جزئی را از سر راه آنها بردارید و در مواقع غیر ضروری بچه ها را وادار کنید طبق میل شما عمل کنند. اگر توصیه‌ام را گوش کنید، آنها را بزرگترین معلم دنیا، یعنی از تجربه یاد می‌گیرند چه کاری هوشمندانه است و چه کاری ابلهانه. همچنین می‌فهمند که شما آدم انعطاف‌ناپذیر و متعصبی نیستید و مثل پدر مادرهای بعضی از دوستانشان مشکلات را بیش از حد بزرگ نمی‌کنید. همچنین از همان سال‌های نخست یاد می‌گیرند وقتی چیزی برای شما مهم است، هر چقدر هم اعتراض کنند کوتاه نمی آیید. در کودکی با مدیریت خوب خود به آنها اجازه داده اید روی وقت خواب و نوع لباسی که می پوشند و غذایی که می خورند کنترل داشته باشند. کمی بعد به آنها نشان داده اید در مورد اموری که خیلی برای شما مهم هستند، مثل مدرسه، سلامتی و امنیت، حاضر به مذاکره نیستید. ولی وقتی به آنها حق تصمیم گیری درباره چیزهایی را می دهید که اکثر بچه ها حق تصمیم گیری درباره آنها را ندارند، در حقیقت در حال آموزش دادن مذاکره هستید، چون در 13 سالگی بسیاری از خواسته های آنها قابل مذاکره اند.
شما نمی توانید مثل دوران کودکی آنها را از لحاظ فیزیکی کنترل کنید. البته می توانید آنها را از برخی کارها منع کنید، ولی منع کردن دشوار است و موقعیت شما را در دنیای کیفی آنها تضعیف می کند. این در حالی است که شما بیش از هر زمان دیگری باید موقعیت محکمی در دنیای کیفی آنها داشته باشید. آنها در ساعاتی که نمی توانید آنها را محدود کنید، مثل قبل و پس از مدرسه، می توانند خود را در هچل بیندازند. خواهناها وقتی در کنار فرزندانتان نیستید، روی انتخابهای آنها کنترلی ندارید. در این ساعات، سکس، الکل، جرم و بزه سر راه آنها کمین کردند و تنها چیزی که می تواند مانع آلوده شدن آنها شود، جلو بودن یا محوریت عکس شما در دنیای کیفی آنهاست. بحث حضور شما در دنیای کیفی آنها نیست، چرا که همیشه در دنیای کیفی آنها خواهید بود، بلکه بحث این است که شدت حضور شما در دنیای کیفی آنها تأثیر زیادی بر انتخابهای آنها دارد. تمایل شما به مذاکره و اینکه در سالهایی که می توانستید به فرزند خود زور بگویید با او مذاکره کرده اید، باعث می شود شما و عقایدتان در دنیای کیفی فرزندتان زنده بمانید. در اسرع وقت مذاکره کردن را به فرزندان خود یاد بدهید. پسرتان 9 ساله است و سگ می خواهد. شما علاقه به سگ ندارید، ولی قبول دارید که در این سن چنین تقاضایی عادی است و نمی خواهید مستبدانه رفتار کنید. وقتی در 6 سالگی از شما سگ خواسته بود، گفته بودید وقتی 9 ساله شوی برایش می خرد و او 3 سال انتظار کشیده. این نشان می دهد که برای نظر شما احترام قائل است. اگر برایش سگ نخرید، این احترام از بین می رود. او در 9 سالگی آنقدر بزرگ شده است که مذاکره را یاد بگیرد تا ببیند چقدر می تواند از سگش مراقبت کند. بهترین راه برای شروع مذاکره آن است که با او درباره سگ خیلی حرف بزنید و شوقتان را نسبت به درخواستش نشان بدهید. اگر درخواست او معقول است، آیه یس نخوانید. اگر هم واقعا نمی خواهید در خانه سگ داشته باشید، محکم روی نظرتان بیستید. محکم برخورد کردن بهتر از مردد بودن، پشت گوش انداختن و بعدن مشکل پیدا کردن است. درباره زاد و ولد، اندازه، طول سگ بودن یا دست آموز بودن و مو بلند یا مو کوتاه بودن، خلق و خو قیمت آن صحبت کنید. پسرتان را تشویق کنید درباره سگ‌ها کتاب بخواند تا به سودمندی مطالعه پی ببرد. اگر در شهر بزرگی زندگی می‌کنید، نیازمندی‌های روزنامه را بخوانید، خصوصاً نیازمندی‌های مربوط به سرپرستی از سگ‌های آزاد را. از قضیه سگ حداکثر بهره را ببرید. این فرصتی برای نزدیک شدن شما به پسرتان و آماده کردن او برای مذاکره است. همزمان درباره مراقبت از سگ‌ها و سهم هر یک از شما در این زمینه صحبت کنید. پسرتان 9 ساله است و نباید از او خیلی توقع داشته باشید، ولی می توانید مسئولیت قدم زدن با سگ و غذا دادن به سگ را به او بسپارید. اگر در شهر زندگی می کنید، برایش توضیح دهید که چطور باید از سگ نگهداری کند. منظورم این نیست که از او بخواهید اگر سگش داخل خانه مطبوع کرد آن را جمع کند، چون این توقع زیادی است و تمیز کردن خانه خیلی وقت نمی گیرد. بهتر است با هم به توافق برسید که برای شروع یک سگ آموزش دیده بخرید. سعی کنید سگی را که او می‌خواهد بخرد، نه سگی را که خودتان می‌خواهید. یا در کودکی آرزویش را داشته اید. فراموش نکنید که نوجوانان خیلی به عشق احتیاج دارند. یقیناً به اندازه بچه‌های
کوچکتری که به اندازه نوجوانان توان مشکل آفرینی ندارند محتاج عشق هستند، ولی ما این حقیقت را فراموش می کنیم و با آنها مثل آدم های بزرگ رفتار می کنیم در حالی که هنوز بزرگ نشده اند. عشق ورزیدن کافی به نوجوانان برای آنکه به حرفهای شما گوش بدهند، حتی اگر آنها را قبول نداشته باشند و شما را با قوت سابق در دنیای کیفی خود نگه ندارند، قدری خلاقیت می خواهد. منتظر دردسر و مشکل نباشید. با صحبت کردن، خندیدن و همکاری کردن با فرزند نوجوان خود از بروز دردسر و مشکل پیشگیری کنید. این کارها حساب پسندازی هستند که بعداً وقتی با فرزندتان اختلاف نظر جدی پیدا می کنید به کمک شما خواهند آمد. وقتی زن و شوهر دوره حل اختلاف می کشند و آن را به صورت دوره والد و کودک بست می دهند، تعجبی ندارد بعداً آن را به صورت دایره حل خانوادگی درآورند. اگر نگاهی به خانواده هایی که به خوبی با هم کنار می آیند بیندازید، این دایره را می بینید. این خانواده ها به صورت واحد پشتیبانی از یکدیگر و حمایت از یکدیگر می کنند. اعضای خانواده هایی که پیروی کنترل بیرونی هستند، هنگام بروز مشکل یکدیگر را سرزنش می کنند. هر یک فقط به حق خیش فکر می کنند و نه به حق و حقوق خانواده. اعتماد استحکام این دایره را حفظ کنید تا وقتی شما و فرزندتان در این دایره هستید، بیشتر احتمال دارد خوشبخت و خوشحال باشید.